شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مست. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مست. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. هر شب نمیخوابم آتاب است، عشقم تو ببینم وقت و خواب است. تا هر نفسم در تک و تاب است، لایق شدم بر تو حساب است. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مستی. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. مفتون شدم ای گل زیبا، بیمار شدم بیا بدیدا. هر لحظه نسویم که بیایی، دردی دل من را تو دوایی. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مست. پیمانم تو بستی، معشوقم شدستی، در حسرت دیداری تویم ای بت مست. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. شب چراغ شدم سر راهت، باز عاشق شدم با یک نگاهت. سلام تماشابینان عزیز، این سرود برای همه ما آشنا است همینطورنه؟ بله، این سرود مال یکی از هنرمندانی محبوب دل و دیده های هر یکی ما، بهرام غفوری شادروان هستند که ایشان در ژانر استرادی، در موسیقی تاجیک یک سهم بسیار خوب گذاشتند و هر ژانر موسیقی به خود جایگاه و مکان خاصه خود را دارد و استراده نیز همین گونه که زیر نوای سرودهای استرادی نیز ما خاطره های بسیار خوب را پشت سر ساخته ایم و امروز در برنامه خاطره ها ما را همراهی میکنند پسری هنرپیشه شناخته، هنرپیشه عزیز دل و دلها بهرام غفوری، انوشیروان بهرام. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. من از فرصت مناسب استفاده برده سلام خود را به هر یک و یکی تماشابینان تلویزیون سفینه می رسانم. تشکر زیاد که دعوت کردید. سلامت باشید و ما امروز شما را دعوت کردیم تا بازخوانی کرده باشیم سرودهای پدر رو و برای بینندگان که در خاطره آنها سرودهایشان ثبت کردیده است و زیر نوای سرودهای آن کس بسیار خاطره های خوب رو البته که پشت سر کردند، یک بار دیگر خاطره سان ساخته باشه. و سرود شب چراغ که شما بازخوانی کردید، اجرا کردید، میخواستیم در اول از آن بگوید که پدر کی این سرود را اجرا کرده بودند، چگونه صورت گرفته بود رفتی کار؟ سالهای 2004 بود اولین بار این سرود را ایجاد کردند و پیشکش مخلصان گردوندند. وقتی که بهرام غفوری در خانه کار میکردند، ایجاد میکردند، به ایجاد مشغول بودند، چگونه بود؟ یک کمی از همون لحظه های خوبه بگوید که در خاطراتون از پدر ثبت کردید است که چگونه کارشون ادامه میفت، جرایان داشت؟ لحظه اجازت پدرم بسیار وقت ها در خانه میشتن، شب ها با گیتار رو میگرفتم، آهنگای خود رو میکردن، با هم میشتن صحبت میکردیم، بعد سرودهایی که نو
ایجاد میکرد، میخوند که ما گوش کنیم که چی خیل بای ما میپرسید که چی خیل معقول شد نشد. بسیار ایجادیتشون در خونه بود، در خونه با گیتار. اولین شنونده سرودهایشون گمانم شما بودین. بله بله بله. بهرام غفوری یک هنر پیشه بودن که هنرمندی بودن که برای همه ما عزیز، برای همه ما قدردان و مخلصانی به شماری خود رو داشتن. هرگاهی که روی صحنه می آمدن همین گونه مخلصان به خوبی قبولشون میکردن و سرودهایشون در ژانر استرادی ولی آرومانه بودن که به قلب های شنونده تاثیر بسیار خوب رو میرسونید. بله. ما با پدر یک جو بعد مراسم ها میرفتیم ولی من روی صحنه نبرمونده بودم. با حیثی تماشابین میرفتید همراهشون؟ نه نه نه، در اونجا میخوندم همراهشون. باز هم آواز میشودید؟ بله هم آواز. چند سرودی از پدر هست که شما اجرا کرده دوباره یا همه سرودهایش رو؟ تقریبا یک پنج و شش سرودهایش رو اجرا کردم. از همکاریش همراه دیگر هنرمندان بگوید که در محیط خانه چگونه بود رفت آمد هنرمندان در محیط اویله و فعالیت ایجادی گمانم در محیط اویلهتون خیلی زیاد بود رفت آمد هنرمندان؟ بله هنرمندان بسیار میمدن و با هنرمندان با ایجادکاران استاد فرهاد میلاد، فیضعلی عمرف و بسیار ایجاد کردن بودم که می اومدم با اونها کار میکردن در خونه. وقتی که شما همین سرود رو شب چراغ رو سرایدید صداتون بسیار به صدای بهرام غفوری مانند است. گمان میکنیم که همون صدا مانندیش بسیار زیاد است. شما گفتید که هم آوازی میکردید همراه پدر، همراهتون کار کردن و آموزش ها چگونه بود؟ شما را چگونه آموزش میداد که این سبک است، این طور است؟ مثلا رویه سرود خونی من وقتی که من به سنی مکتب خانی رسیدم خودشون ما رو بوده در مکتب موسیقی موندن. من 11 سال مکتب موسیقی به نام میراتولاتوف رو در اونجا ختم کردم و نیت ها بود که یک جو یک سرود رو باید آماده میکردیم ولی نصیب نبوده است. پس حالا برای مخلصانی بهرام غفوری باز یک سرود دیگر پیشنهاد سازید. این سرود دویوم نامش اگر شیخ نهی برمان سرود آروم است. مرحمت. اگر عاشق نی بر من دلم را باز برگردان، مرا در عالم عشقت مکن بیهوده سرگردان. دل برکم گیریه مکن تو، گیریه به چشمان نمی زیبد، روزی شادی ها و غم شد دیدار ما تا خیامت. مرا مکوش، مرا مکوش، مرا مکوش، مرا مکوش. Thank you.
میگم هوای شب بارانیست درونی سینه سردم دلی بیچار از این دانیست دل برکم گیریه مکن تو گیریه با چشمات نمی زیبا روزی شدی ها و غم شد دیدار ما تا قیامت مرا مکوش مرا مکوش مرا مکوش مرا مکوش مرا مکوش مرا باز هم باید بگویم که اجرایتون برای من پسند آمد. خیلی خوب. و همین گونه سرودهای در وصف محبت از بهرام غفوری خیلی زیاد هستند که هنگامی اولین مراتبه پیشکش شنونده گردیدن زود در حال با دل و دیده ها جا می گرفت، در حال مخلصانی خود را پیدا می کرد و در نقلیات ها در دل خواه مکان هایی که اگر می رفتیم همین صداها بود، همین سرودها صدا میداد. همین سرودها رو بعضی اش رو تا جای اطلاع داریم بهرام غفوری خودشون ایجاد کردن، متنم آهنگم. بله، بسیار سرودهاشون خودشون ایجاد میکردن و بعدن دوامش رو با بسیار آهنگسازان هنرمندان با کی هم مثلا شما مثلا همین سرودی که میخونیم اگر عاشق نه بهرام، این سرود رو با فضلی معروف کردن. باز با اون کس سرودی فرشتما رو کردن، سرودی عمری من می رود یادی تو هرگز نرود، سرودا بسیار هم با اون نرمتانه که فرهاد میلاد با فرهاد میلاد کار کردنشون، سرودی مهاجر بچه، سرودی شرابی، بسیار سرود ها رو با اون نرمتان کار میکردن. بله، و کلیپ ها نیز بسیار ثبت کردن، کلیپ هایی که بیشتر جذابیت دارن، بیشتر بیننده خود رو داشتن. در ثبت همون ویدیو کلیپ ها همراهشون شما بودید؟ از لحظه هایی که همراهشون بودید و خاطره های داشتید؟ نه در همهش بودم، ولی در یک چند کلیپ هایی که وقت آخر میکردن در اونجا با همراهشون بودم. بسیار خاطرات نیک داریم در اونجا. چگونه بود احساس شما وقتی که می دیدید در روی همون یک مکان همه هنرمندان با هم جمع آمدند، فیلم به خول یک سوژه معینی رو ثبت میکنند، احساساتون چگونه بود؟ چی فکر میکردید؟ چی اندیشه داشتید؟ خیلی در هیجان بودیم ما، چون که در میگفتید که شاید من هم روزی میرسد که همین گونه بله سوژه ها ثبت میسازم. بله، آدمی زاد یک آرزوها داره در دل. بله. بسیار ارزو عملی می شوم، بله در دل من بود از خورده. مثلا در کدام ثبت ها همراهشون بودید شما؟ در ثبت های تلویزیونی نیز بهرام غفوری زیاد اشتراک میکردند، در کجاها شما همراهیشون میکردید؟ در... تا کجا از تجربه هایشون بهره گرفتید؟ در ثبت های تلویزیونی نبودم، بسیارتر در محفل ها با همراهشون بودم. بله، و باز یک سرود دیگر که قرار است پیشنهادمون سازید اسمش رو بگویید و برایمون معلومات بدهید اطرافی همین سرود که چگونه از تولیدش تا جایی که شما اطلاع دارید. سرود که زیر پیشنهاد دیگه سرود گلی خوش رو یک نام دارد، این از ایجادات خودشون است. کی پیشکشی شنوندگان کردید؟ این سرود خطا نکنم اگر سال 2001 بود یا 2002 بود. بناز بناز برمو یکی ای گلی خوش روی که خوش بو یکی شونه بیزب بناز بناز برمو یکی شونه بیزب بناز بناز برمو یکی ای
غم و شیق بد است در خانه غم. اما زلفی سیاه دیاری جانی زنده برگردنم زولانه غم. ای گل خوش رو یکی خوش بو یکی شانه بی زب بناز بناز برمو یکی. ای گل خوش رو یکی خوش بو یکی شانه بی زب بناز بناز برمو یکی. شانه بی زب بناز بناز برمو یکی. برنامه ما اسمش خاطره هاست. یک کمی از خاطره های بسیار خوبه بگوید که در ذهنتون ثبت گردیده است از لحظه های با همراهی پدر بودن. مثلا سخن هایی که براتون تاثیر رسان بود، سخن هایی که براتون روحیه میبخشید تا راه سنت رو ادامه بدهید. مثل دوست بودیم با پدرم. یک سخنی خیلی هم بزرگ داشتن که با من میگفت که از اون که یک بیگانه رو دوست میگیری، رفیق میگیری، مثلا با مسئلاتی او کار میکنی، خوبش چی من دوست تمایم، رفیق تمایم، پدر تمایم، چی مسئلاتی که داره بیو خطیمه صحبت کنم خودم روی بچه روی خوب شما با تمی فهمونم. ولی این در محیط اویلا مهم است که اویلا با هم اتحاد باشد، دوست باشد و در برابر اونه که همراه شما همینگونه اجازت میدادن که همراه شما بمانند دوست و رفیق باشد، با مردم نیست، با نفرانی که آشناها بودند، همه گونه صمیمی و خاکسار بودند. همگی همین سخن رو میگویند که همراه همون چقدر صمیمی، زمینی و خاکسارانه سخن میگفت. از دوستان پدر کی ها هستند که حالا همراهتان همکاری میکنند، به شما یاری میرسند؟ از دوستان پدر بسیاری ها همشون هستند که کمک میکنند. مثلا از سراینده ها؟ از سراینده ها همشون در تماس هستیم، میپرسن، اول پرسی میکنن. حالا چگونه از فعالیت ایجادیتون؟ چون تصمیم گرفتید که روح پدر رو ادامه بدهید، دوام دهنده همین کسب و کار باشید، فعالیتتون چگونه است؟ همراه کدام سراینده ها همکار میکنید و چی نقشه و نیت ها دارید؟ فعالیت هم در سال 2024 یک سرودی خودمون رو ایجاد کردیم و در آیند نیت ها بسیار هستند. از ایجادیت پدرم یک سرودش رو آماده کردیم، خدا خواهد با ثبت کلیپش پیشکشی مخلصان میگردونیم. متنش رو سیروج الدین غفوری نویسته بودن، با اون کس نیز کار میکنیم، با استاد آرزوی سیف کار میکنیم و با همه نویسندگان ایجادکارمون کار میکنیم. همه شویرون بله. و یک سرود دیگر دارن بهرام غفوری، فرشتمو. این سرود از همه زیاد برای مخلصانش پسند است. یک سرود بسیار شوخ و جذاب است که به دل و دیده ها به عمیق‌ترین نقطه قلب ها رسیده است و تا حال در خاطره ما این سرود باقی مانده است. حالا فرصت پیشنهاد یک سرود دیگر است و از شما درخواست میکنیم که سرود فرشتمو رو برای ما پیشکش سازید. خوب. فرشته ما ز کجایی به صورت ما اینا
هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم فرشته ما ز کجایی با صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم تو چون فرشته آسمان تو چون ستاره خندان تو را میخوام من از جان عزیزکم از دل و جان فرشته ما ز کجایی با صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم برای دیدن در شب ناله دارم با تو بودم یاد از آن شب به تو بودم داد از آن شب برای دیدن در شب ناله دارم فرشته ما ز کجایی با صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم فرشته ما ز کجایی با صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم خزان من تو عشقی به وفای من عزیزکم نگاهی تو بهار من جدایی تو خزان من تو عشقی به وفای من عزیزکم فرشته ما ز کجایی با صورت ما مثالی تو ندیدم ندیدم عزیزکم فرشته ما ز کجایی با صورت مای هوایی مثالی تو ندیدم ندیدم بعضی از سرودها واقعا مردمی هستند مخصوص برای قلب مردم نوشته می شوند تا اونها خوب قبولش داشته باشند و همون احساس خود را همون هر تجربه که در روزگار خود دارند توسط مصره های همون سرود ببینند در ذهن خود پیدا سازند و همین سرود نیست و مانندی همون سرود هاییست که بیشتر در ورد زبانی همگی مردم بود وقتی ایجاد شدن وقتی تولید شدن وقتی به گوش شنونده رسیدن ما میخواستیم در مورد همین سرود بدانیم که متنش مال کیست آهنگش مال کیست سرودی فرشته ما رو سال 2006 سال اولین بار در سرود سال 102 است و صاحب جایزه نیست شده است این سرود رو پدرم با هنرمندی خیلی خوب فیضعلی عمر یک جا همین سرود رو اومده کردن و این سرود تا حال
فکر میکنم که مخلصان خود رو دارد، چون که در همه محفل ها می رویم بسیار همین سرود رو درخواست میکنند، مردم نیست خوب قبول کردن این سرود رو. ولی یک سرودی شوخ است که بیشتر انسان رو وادار میکنه تا همین گونه خوشحالانه قبولش داشته باشد. در چهره به اختیار تبسم رو پیدا میسازد. مصرع های همین سرود که بسیار محبت رو سیمای معشوقه رو بگویم بسیار خوب وصف کرده است، تصویر کرده است. و شما خود شما که همین راه رو ادامه داده استودید، از مال خودتون چند سرود ایجاد کردید؟ از مال خودمون 4 سرود ایجاد کردیم و پیشکش مخلصان گردانیم سرود ها رو. چگونه سرود ها هستند؟ موضوع ها؟ موضوع ها سرود اینا تمام، بعدا سرود گلی من که این حال در اینجا پیشکش مخلصان میگردانیم، سرود عشق تو بود که وای از ایجادات پدرم بود وای ناتمام بود. بله. و حالا یک سرود اومده کردیم که اولا پیشکش مردم نشده است. 4 سرودمون همین سرود که از ایجادات خودمون است. گلی من رو همراه یکی کار کردید؟ سروجین غفوری متن شورا نیستن و تنظیم سرود رو اومی جون که در اینجا است، تنظیم سرود رو یک جا با اومی جون کردیم. در فرجام برنامه ما درخواست میکنیم که همین سرودی گلی من رو شما برامون تقدیم سازید. دوستان عزیز، ما کوشش کردیم که در این برنامه برایتون از خاطره های خوب یادآوری کنیم که زیر نوای سرود های بهرام غفوری شادروان شما داشتید و یک کمی از سرود های موندگار اون کس برایتون گفتیم، تقدیم ساختیم. و در آخر یادآور میشم که همراه ما امروز در برنامه حضور داشتند فرزند بهرام غفوری انوشیروان بهرام همراه یک گروه مطربان چیره دست. و اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد با پیشنهاد یک سرود دیگر از انوشیروان. تا برنامه های دیگر، خیر. سخن از جدایی هرگز مگو تو، سفری رای تنهایی مجو تو، پشیمان میشوی در نیمه راه، سزاواری تویم زیمن نرو تو، پشیمان میشوی در نیمه راه، وفاداری تویم زیمن نرو تو. گل من قرمه کن، گل من قرمه کن، زندگی یک بار است اونا تکرار است، ای جان شیری سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین ای جان شیری. از خدا دارم شب و روز که باشی در برم امروز و هر روز، که میداند که فردا در چی حالیم، غنیمت دان تو لحظه های امروز، که میداند که فردا در چی حالیم، غنیمت دان تو لحظه های امروز. گل من قرمه کن، گل من قرمه کن، زندگی یک بار اونا تکرار است، ای جان شیری سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین ای جان شیری.
گلی من قرمکون، گلی من قرمکون، زندگی یک بار است اونا تکرار است. ای جان شیری سخن از عشق بگو، محبت را بجو، کناری من نشین. ای جان شیری